سلام خدمت همه عزیزان، خوش اومدین به کانال خودتون. بچه ها امشب به صورت لایو در خدمت شما عزیزان هستیم و همین جور که الان داریم با شما صحبت میکنیم، یه جورایی طوفانی در آسمان ایران برپا شده و همین باعث شده یکم سرعت نت ما پایین بیاد تا ما نتونیم با شما صحبت کنیم. یه خورده طول کشید، لایف قرار بود ساعت 9:30 شروع بشه ولی یه خورده زمان برد و افتاد عقب. از این بابت ازتون عذر میخوام و بریم یه سلام علیک با آقا سید داشته باشیم. آقا سید عزیز، میخواستیم لایف رو دو نفره کنیم و با یه کانال آقا سید بیان بالا و ما هم با کانال خودمون صحبت کنیم، ولی آقا سید عزیز گفتن ارتباط با همون تلفن باشه و به صورت صوتی باشون صحبت کنیم و الان زنگ زدیم باشون. آقا سید سلام علیکم. الو. الو سلام علیکم آقا سعید عزیز. چاکر. آقا سعید بزرگوار، حال شما؟ شما خوبین الحمدلله. آقا سعید چاکر تمام سعید، خوب هستی؟ سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان کانال. آقا سعید، من در مرحله اول از شما واقعا از خواهی میکنم. شما دیروز و امروز با توجه به درخواستی که از بنده داشتید من با کانالی بیام و لایوی بذارید و اینو قبول نکردم، بنا به دلایلی بوده که از شما واقعا عذرخواهی میکنم و از همه بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم. من نوکر تمام سید. و بچه ها الان امروز روز سوم هست، من از بیمارستان مرخص شدیم و این چند روز آقا سید عزیز کرمان بودن. روز اول و دوم که خودشون رسوندن با ما، واقعا ازشون تشکر میکنم، از همه مردم تشکر میکنن که جویای حال ما بودن و هر دقیقه این اینستاگرام، تلگرام و حتی بعضیا شماره من آقا سید پیدا کرده بودن، من نمیدونم از کجا با همون تماس داشتن. چند تا از جستجوگرا، واقعا دمتون گرم بچه ها. الان خدا رو شکر حالمون بهتره و داریم روال پزشکی و ماورایی رو میریم و بچه ها سه تا از رگ های من پاره شده و خون ریزی داشتم و ریه یه جورایی بگیم یا نگیم یه جورایی دیگه اکار افتاده. الان ایشالا داریم درمان های پزشکیمون رو میریم و انجام میدیم. بچه الان 4 شب نخوابیدیم و آقا سید عزیز که همون روز خودشون رو رسوندن به ما و همونجا درمان آغاز کردیم و پاکسازی و اینا. آقا سید، مردم خیلی دوست دارن بدونن اونجا چه اتفاقی افتاد. حالا شما صحبتی دارین انجام بدین و من داستان رو دقیق برای مردم شرح بدم، چون میخوام ویدیو کوتاه باشه زود پرش کنیم چون نمیتونم بشینم. سید خود در جریانی؟ بله بله. میخوام زودی ویدیو رو بگیریم. حالا ایشالله چهارشنبه یه جستجو قدیمی براتون آماده کردیم که قبل از این ویدیو ضبط شده در رفسنجان که واقعا کولاکه بچه ها جستجوش. ایشالله چهارشنبه میذاریمش با آقا سید عزیز، حتما ببینید بچه ها، حمایت کنید. 3 تا ویدیو دیگه بیشتر نیست، اون 3 تا حمایت کنید. خاک پا همه تون هستم. اگه ایشالله که بهتر بشیم، حالمون خوب بشه، فعلا سید اجازه جستجو بهمون نمیده، حتی تاکید کرده به خانواده، گفته درو میبندین این بیرون نره. حالا سید صحبتی اداری انجام بدین داداش. خدمت شما عرض بکنم که آقا سید عزیز، خب این لوکیشن رو جناب عالی بنا به درخواست من رفتید، چون من بارها با شما تماس گرفتم، چون قبلا شما در این مکان کلیپی رو پر کرده بودید. خب این اواخر چند باری من با شما تماس گرفتم و گفتم آقا سعید با یکی از دوستان یا 2 تا از دوستان حتما این لوکیشن رو برید. داخل این لوکیشن یک تلسم عجیب و خطرناکی هست، ولی اینکه خب شما قبول کردید نزدیک به 3 شب ما در این مکان ماجراجویی داشتیم، نه ماجراجویی، مستندسازی، جستجوگری داشتیم در این لوکیشن. هر سری 5-6 ساعت
5 الی 6 ساعت الی 7 ساعت در این لوکیشن خود شما زحمت کشیدید آقا سعید، کار میکردید و خدمت همه دوستان عرض بکنم که واقعا لوکیشن خیلی اتفاقات افتاد در اون 3 شب و مخصوصا در شب آخری که من خیلی تاکید میکردم که سعید امشب تنها نرو، امشب با شبهای دیگه فرق میکنه. خب یک مباحث نجومی هم بود و یک اتفاقاتی هم داشت در نجوم اتفاق میافتاد و به خاطر همین من خیلی گفتم که آقا سعید شما تنها نرو امشب لوکیشن، ولی خب آقا سعید بنا به علاقه‌ای که داره و بنا به دل خوبی که داره اون شب قبول نکرد، گفت نه من میرم. خب همون شب اتفاقات عجیبی در لوکیشن افتاد که خیلی از اون اتفاقات رو تازه من با آقا سعید صحبت کردم و ایشون لطف کرد حرفای ما رو گوش کرد این سری و اون اتفاقات رو از داخل کلیپ حذفشون کرده نذاشته باشه. بنا به دلایلی که برای آقا سعید هم من توضیح دادم که چه دلایلی داره که من میگم اونا پخش نشه، اونا یعنی در یک کانال زنده، در یک کانالی که میلیونی جهانی و همه میبینن دیده نشه. ولی اینکه ما همیشه در کلیپ های دیگه، در کلیپ های دیگه حالا از زمانی که آقا سعید محبت کردن و به گلی قرار هم بر این نبود که اسمی از ما ببر، حالا لطف کردن اسمی هم از ما بردن و اینا، حالا من با سعید بابت اون قضیه خیلی هم دعوا کردم. ولی اینکه من از اولین روزی که به آقا سعید گفتم آقا سعید ما هیچ گونه تلسمی رو داخل هیچ لوکیشنی و هیچ لایوی ابطال نمی کن. در طول روز این اتفاق خواهد افتاد، در طول روز شما میرید و این اتفاقات رو انجام میدید، این عملها رو انجام میدید به خاطر اینکه به اساتید واقعی علوم غریب توهین نشه. ما اومدیم این کار رو انجام دادیم. من از همه اساتید واقعی واقعا ممنونم که ما رو هم راهنمایی هم میکنن، گاهی اوقات تماس میگیرن، محبت میکنن، مخصوصا برای این اتفاق اخیری که برای آقا سعید افتاده بود دو تا از این عزیزان بزرگواران با من تماس گرفتن، راهنمایی هایی کردن که واقعا من از هر دوی این عزیزان واقعا ممنونم و متشکرم. بنا این که در اون اواخر که داشت اتفاقات برای آقا سعید رخ میداد، من میدونستم که سعید دچار یه مشکلی شده در اونجا و سعید یک لحظه دچار متاسفانه تسخیر شد. اون کسی که اونجا داشت و اونجوری میکند، شاید به جرأت بتونم بگم که اختیار دست خود آقا سعید نبود و حالا آقا سعید تعریف کنه و در آخر من میگم چه اتفاقی افتاد که حتی خود سعید ندید که چه اتفاقی اونجا افتاد، چون من پشت گوشی بودم. معمولا ما با آقا سعید که میریم داخل لوکیشن، آقا سعید تشریف میبرن، من با دو تا گوشی معمولا یکیش رو همراه خودم دارم که خدا اینا کرده اگر اتفاقی چیزی افتاد زنگ بزنم و با یکی دیگرش به صورت آنلاین در کنار سعید باشم، که حالا در اون لحظه هم که در کنار سعیدم انقدری دعا و التماس و صدقه میدیم که خدا اینا کرده این اینترنت قطع نشه، اتفاق خاصی بر آقا سعید نیفته. البته که ما هر سری قبل از لوکیشن سعی میکنیم یه صدقاتی رو میدیم، یک اعمال خاصی رو انجام میدیم که اتفاقات بد و خطرناک نیفته. ولی اینکه باز نمیشه پیش بینی کرد، احتمال داره با موجودی که ما اونجا رو به رو هستیم اون موجود خیلی قوی تر باشه و این اعمالی که ما انجام دادیم ضعیف باشه، کاراییش زیاد نباشه. ولی خب ما شاکریم که اولا در پناه خداییم، دوما در پناه حسینیم، در پناه آقا عبدالله حسین علیه السلام هستیم. ولی که آقا سعید حالا اون یه تیکهی که براش این اتفاق افتاده رو تعریف کنن، من میشم تا آخرش رو من بگم چه اتفاقی افتاده. اگه بچه ها یادشون باشه، ما اولی که شروع کردیم به کندن قرار شد اون گوشه رو بکنیم و چند تا بچه ها اومده بودن صحبت کرده بودن، گفته بودن سعید
اون لحظه آقا سید داره میگه بهش نکن، ولی سعید میکنه. من اصلا این صحنه رو آقا سید اصلا یادم نیست، من فقط یادمه اولی که ویدیو شروع، یعنی اولی که شروع کردم به کندم، بعد اونجایی که خوندماغ شدم سید، اینو برات تعریف کردم، خوندماغ شدم، برگشتم، یعنی برگشتم به سمت دوربین، سید دیگه من رفتم. من فقط یادمه یه دو تا بودن سید، اولی که من دیدمشون دو تا موجود بودن. وقتی که صورتمو برگردوندم به سمت دوربین، دیدم یک انگار یک زن مانند بود، انگار یک زن بود، یه چیز سیاه بر تن داشت و مو داشت و موهای بلند سید و موهای سیاه بلند. این زن یه چوب دستی، انگار یه پیرزن بود، یه چوب دستی تو دستش جلو وایساده بود و سید اصلا تو انگار من هر چیز حرف می زدم عالم خودمون نبود. من اون لحظه انگار بلند شدم، ولی تو دوربین ادیتور ادیت زده اصلا اون لحظه نیست، و انگار وارد یک سیاهی شدم، وارد یک تونل شدم و این زن جلو وایساده بود و یک موجود انگار سه تا سر داشت پشت سر این زن وایساده بود. و من یادم وقتی چوب دستی رو زد زمین، اون موجود اومد به سمت من و از درون من رد شد و انگار اومد داخل بدن من، و از اون لحظه من افتادم توی سیاهی، کلا یک سیاهی بلند که یادمه. فقط سه تنها چیزی که یادمه، من خیلی زجه زدم و انگار دهنم قفل بود، کلا دهنم قفل بود و زجه می زدم، ولی یک صدایی فقط یادمه تو گوشم زمزمه می کرد، یه صدایی می اومد، یه صدایی که انگار داشت قرآن می خوند، انگار داشت یه چیزای مهمی رو به هم می گفت. سمت راستم وایساده بود، یه جورای صدایی کم، یه صدایی کم زمزمه می کرد و دیگه هر کار کردم خودمو از تو این سیاهی بکشم بیرون و دستپام قلف کرده بودن، کلا قلف قلف بودن، فقط یادمه یه صدای زمزمه می اومد سید. و بعد از این که صدای زمزمه رو شنیدم، همینجور زمزمه زیاد شد زیاد شد، یک دفعه که من چشمام باز شدن، دیدم مهدی کنارمه، یعنی مهدی بالا سرمه، و مهدی وقتی که حرکت کرده بود که مهدی تعریف میکرد، میگفت ببرا خودتم تعریف کرد به سید، مهدی سرکار بود و خودتن در جریان هستی. من البته آقا سعید، زمانی که من به آقا مهدی زنگ زدم، درست، آقا مهدی سر کار بود، درست سر کار بود و خیلی نگران شد و بعد گفت که کجا، کدوم لوکیشن، کجای کرمان. من بهشون گفتم که والا منم دقیقا کرمان رو نمیشناسم، ولی میدونم که آقا سعید هر موقع که میاد سر لوکیشن برای خانومش اون لوکیشن اون مکان رو میفرسته که خدای ناکرده اگر اتفاقی چیزی افتاد ما خبر بدیم. دقیقا من همیشه لوکیشنی که میرم قبل از شروع ضبط، لوکیشن رو برای خانومم میفرستم، میگم مثلا من اینجا هم، بعد همیشه یه نفر همراه مون بود. رو من گفتم که، گفتم با آقا مهدی، گفتم که شما محبت کن از خانوم آقا سعید بخواد که برات لوکیشن رو بفرسته. و زمانی که مهدی زنگ زده بود خونه، اونا نگران شده بودن، خانومت با آقا مهدی بلند شده بود اومده بود تو لوکیشن، حالا اتفاقاتی که افتاد. ولی اینا تا زمانی که برسن داخل لوکیشن، سعید جان نزدیک به یک ساعت و 10 دقیقه یا 1 ساعت و 12 دقیقه طول کشید. یعنی من تو اون تایم، بالاخره صدا می زدم، کارهایی رو انجام می دادم که خدای ناکرده اتفاق خاصی نیفته، ولی خیلی نگران بودم. بعد از یه طریقی هم نمی تونستم خودم مستقیما به اورژانس کرمان زنگ بزنم بگم آقا یه همچی اتفاقی افتاد، چون آدرس خاصی نداشتم از اونجا آقا سریع، درسته، جز اینکه فقط آقا مهدی رو پیدا کردم. و
ولو اینکه خیلی از دوستان من خب معمولا کلیپ هایی که انجام میشه با توجه به مشغله کاری که دارم خیلی کم خودم میتونم بیام مثلا کلیپ رو ببینم و اینا، ولی این کلیپ آخری رو که نگاه کردم دیدم که خیلی از دوستان محبت کردن لطف کردن، زیر کلیپ کامنت گذاشتن که آقا سعید یک لایوی بذار، یک خبری از خودت به ما بده. واقعا من از تک تک از چقدر کیف میکنم از همچین مخاطبانی، چقدر حال میکنم از همچین مخاطبانی که مخاطب نیستن برای شما آقا سعید، خواهرن برای شما و برادرن. دقیقا همینجوره، انقدری نگران حال شما بودن، همه اون پایین کلیپ رو نگاه کرده بودن ولی مهم حال شما رو میدونستن و همه کامنت میذاشتن و کامنت گذاشته بودن که آقا سعیدی خبری از حال خودت به ما بده. چقدر این مردم ما خوبن، چقدر این مردم ما نسبت به همدیگه با محبتن. من واقعا از تک تک دوستان واقعا تشکر میکنم. ببخشید سعید جان، بفرمایید. بعد سید من فقط یادمه وقتی که این زمزمه هایی که میومد، یه زمزمه یه صدایی میومد، اون موجود که وقتی که از داخل بدن من رد شد، من دیگه اون موجود رو ندیدم. اون موجودی که انگار تو سر من سه تا سر داشت و سه تا سر قدشم. سید وقتی که من دیدمش، اولی که دیدمش انگار سمت قد این موجود بود و این موجود کمرش خم وایساده بود، مثلا نگاه به من میکرد. و اون زنه همون اول ویدیو، یعنی اولی که منو دید که من رفتم تو سیاهی، رفتم داخل یه تونل، داخل یه سیاهی بزرگ که اصلا هیچ طرفم هیچی نبود، اصلا نه درختی، هیچ چیزی، یه سیاهی. برای تعریف کردم، این دارم برای مردم میگم. اونجا به من میگفت تو مال منی، من باید تو رو ببرم، تو مال منی، من باید ببرم. ولی اون زمزمه، اون صدایی که میومد، اون صدای زیبایی که میومد، اون سید، اون صدا اینو از من دور میکرد. اینو نمیدونم دلیلش چی بود و این اصلا چی میخواست، ولی اون صدای زمزمه انگار باعث شد یعنی من بمونم. نمیدونم قضیهش چی بود، ولی اگه هست اونو برای مردم توضیح بدین سید. ببین آقا سعید، گاهی اوقات امکان داره ما یک کارهای خیلی رو انجام میدیم، صدقه میدیم، خیریه میدیم، آقا یک کار خیلی رو انجام میدیم یا دست یک مؤمنی رو میگیریم، خب مطمئنن خدا هم یه جاهایی دست ما رو میگیره. اصلا خدا همه چیزش رو حساب و کتاب آقا سعید. امکان داشته در اون لحظه به خاطر اون کارهای خوبی که شما انجام دادی، صدقاتی که دادی یا کار خیلی انجام دادی، خدا اونجا دستتو گرفته. ولو این که ببین شاید هم اصلا اون لحظه یک وهمی بر شما ایجاد شده. نه سید، وهم نبود، اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره وهم باشه، چون قطعا یعنی اینو لمس کردم، یعنی واقعا سید اون لحظه اینو لمس کردم، واقعا هیچ وقت این لحظه رو فراموش نمی کنم. و یه داستان سید میخوام تعریف کنم، اگه یادت باشه. بعضی از عزیزان فکر میکنن مثلا جستجو رفتن، میان نظراتی میدن، فکر میکنن مثلا یه خونه خرابه ای هست، ما میریم فیلم میگیریم و تموم شد رفت. بعضی از بچه ها قدیمی هستن. سید یادت هست پارسال تصادف منو خوب موتور؟ بله، اونجایی که تریلی اومد شما، من یادم رفتی زیر پل تا صبح دقیقا ساعت 4:45 توی زیر اون پل وایساده بودی که یه موقعی مثلا ماشینی به شما نزده، چون با موتور بودی اون موقع. بعد من یادم آقا، حالا داستانش هم تعریف کنم مردم اینو بدونن، چون ویدیو داره زمانش زیاد میشه، نمیخوام بشه. پارسال بچه ها هر کسی که دنبال کننده قدیمی ما باشه یادشه که ما دست پا همه بامپیچی، ما تصادف، امشب تصادف کردیم، روز بعد، یک روز نه دو روز بعدش دوباره رفتیم جستجو همون مکان پاکسازی. یادت باشه
شب بچه ها ما بله رفتیم بله جستجو رفسنجان، از رفسنجان تا کرمون 100 کیلومتره. پارسال ما خون موتور می رفتیم جستجو، من قشنگ یادمه با سید رفتیم مکان، من تنها رفتم، از اینجا تنها رفتم رفسنجان، یکی از بچه های رفسنجان قرار شد همراه ما بیا جستجو. آقا ما زنگ زدیم به طرف گفتیم ما رسیدیم مکان، مکان اینجاست، اومد همراه ما مکان رو نشون داد، گفت آقا سعید این مکان برو جستجو میخوابی. گفتم بابا تو به من گفتی بیاد و اینا، نی اومده یادت باشه، من تنها رفتم جستجو و گریخ از ترس رفت. بعد شب ساعت 3:30 صبح ما از رفسنجون حرکت کردیم به سمت کرمان، ساعت 3:30 صبح بچه ما حرکت کردیم به سمت کرمان با موتور، یعنی دقیقا یادمه فکر کنم آبان بود، یه همین دوم سوم آبان تو سرما، اول سرما بود، ما حرکت کردیم به سمت کرمان و اومدم تو جاده و بنز چراغ عقب موتور سوخته بود، بنز موتور رو ندید، اومد به سمت موتور و موتور از جاده افتاد پایین. خدا بهمون رحم کرد بچه ها، انگار الان این داستان شد انگار صدقه دادیم، کاری انجام دادیم، خدا نجاتمون داد بچه ها، انگار زیر چرخ تریلی یه نفر اینجوری منو هل داد، من از جاده افتادم پایین، خدا رحم کرد که سرم زیر لاستیک بنز رفت. و بچه ها شب ما زنگ زدم اول به 115 و 115 شانس بد من بین کرمان و رفسنجان بود. اورژانس کرمان مسیری می اومد منو نمیتونست پیدا کنه، اورژانس رفسنجان یه مسیری می اومد منو نمیتونست پیدا کنه. حالا جاده هم خلوت، فقط ماشین سنگینا عبور مرور میکردن و منم ترسیده بودم. یادم موتور رو جاده آوردم پایین و نمیتونستم زنگ بزنم به خانوادم، زنگ بزنم به خانومم مثلا بگم تصادف کردم. خب اون شب ساعت 3:30 صبح که دی سکته رو میزد میگه دی مرده، من ساعت 4 یادم رفتم زیر یه پل، موتور رو آوردم بغل دیدم یه پل هست و رفتم زیر اون پل آتش کردم تا صبح، زیر اون پل خوابیدم. صبح اول صبح بلند شدم و دست پا کلا نابود، حتی عکساشون هم هست براتون میذارم ببینید، کلا این بدن تیکه تیکه. و صبح بلند شدم اومدم لب جاده، یه وانت پیرمردی اومد، موتور گذاشتم تا وانت با دست پا پر خون زخم، سوار وانت شدیم اومدیم رو سنتمون بخونه. شب بعدش، نه شب بعدش دوباره رفتیم جستجو میمون سرا. بله بچه، یعنی بعضی ها میگن چرا ول میکنید و اینا، بچه ها خیلی سختی کشیدیم تا اینجا رسیدیم، حالا ایشالله که حالمون یکم بهتر بشه تا تصمیمی آسید بگیره ببینه اجازه میده ایشالله که جستجوها ادامه داریم. فعلا 3 تا جستجو هست ببینیدشون، ایشالله که راضی بوده باشید، ایشالله ببینید لذت ببرید، ایشالله که حالا این ماهی که با استراحت کنیم، اصلا که نمیتونم از خونه بیرون برم، یه پلاستیک بزرگ فقط قرص و داروه و آزمایش هایی که باید بگیریم هست، ایشالله که حالمون بهتر بشه ادامه پیدا کنه، هرچی خدا بخواد، هرچی قرار قسمت بشه، ایشالله هرچی اتفاق بیفته خیره. ما دوستتون داریم، واقعا حمایت هایی میکنید، واقعا بچه ها اگه راهی داریم میریم فقط به خاطر بعضی از شما عزیزانه که شما لطف دارین، حمایت میکنید و احوال ما میکنید. و این دوتا بلگی هم میبینید بچه ها، اینا از روز اول بودن، اینجا نوشته با خدا باش پادشاهی کن، بالاترین افتخار این از زیر پرچم علی باشی. اینم یادم، خیلی ها پرسیده بودن این گوشه تصویر چی زدی، اینه بچه ها، دوستتون داریم. آ سید حرفا پایانی، یک لحظه من فقط یک نکته رو میخواستم بگم. ببینید داخل لوکیشن ها ما سعی میکنیم اسم اجنه رو صدا نزنیم، فقط در مواقع خاص قرآن میخونیم، فقط در مواقع خاص احتمال داره ما از بار کلمات و حروف کمک بگیریم و سعی میکنیم اسم اجنه رو صدا نکنیم و فقط با اجنه اون مکان ارتباط بگیریم، چون با زدن امکان داره موجودی بیاد خطرناک و خطراتی رو و عواقبی رو در پیش داشته باشه. ولو اینکه آقا سعید من از مادر شما واقعا خیلی ممنونم، از پدر بزرگوارتون ممنونم،
از طرف من دست ایشون رو ببوسید، واقعا محبت کردن در این یکی دو روزه ای که من کرمان من بودم. نوکر تماس سید شما لطف دارید، ما رو شرمنده کردن و من واقعا خجالت میکشیدم. نه با نوکر تماس سید شما لطف کردین اومدین و اگه حال ما الان بهتره دست شما در نکنه، دست استادان در نکنه. من جایی خوردم اذیت شدی با اینکه داشتی اذیت میشدی، ولی من یه خود اخلاق بدی دارم دیگه، ببخشید دیگه. من نوکر تماس سید، ما دوست دارم از سید عزیز دلمیم، ما نوکرتم. ایشالله بچه ها شب خوبی داشته باشین. آ سید اگه امری نیست، نه سعید جان، برای همه آرزوی خوشی خوشبختی و آرزوی محبت، محبت آرامش در کنار خانواده هاشون دارم و انشالله سایه پدر مادرشون بالا سرشون باشه و احترام بکنیم به بزرگترهامون که پدر و مادرامون هستن. و لا قسم اگر ما بخوایم به پدر و مادرامون احترام بکنیم، دچار هیچ مشکل ماورایی و شیطان زدگی و یا جن زدگی نمیشیم. و موقعی که حداقل کاری که میتونیم بکنیم، موقعی که توی تلویزیون زمان اذان هست، صدای اذان رو بلند کنیم که تو خونه بپیچه. ببخشید آقا سید، من نوکر تماس سید عزیز دلی و خوشحال شدم. حالا فعلا قطع میکنم، دی بعدش باهاتون صحبت میکنم چون تو لایوه. شب خوبی داشته باشی آ سید عزیز دلی، خدا نگهدار. خداحافظ. بچه ها ممنونم از حمایتاتون. خدا شاهد این چند روز وقتی که پیام ها رو باز می کردم و این همه عشق و محبتی که به ما داشتین فرستادین، واقعا عشق کردین بچه ها، واقعا محبت دارین. ایشالله که برای همه تون، برای همه تون، برای همه تون روزها و این سال و این ماها و اینا همه پر از برکت و شادی باشه. دوستتون دارم. خاک پای تک تک مردم عزیز کشورم هستم. یا علی، خدا نگهدار.